د غونډې په دې برخه کې زمونږ دوه معزز مشران، تاریخ څېړونکي او لیکونکي، اوب ډاکټر صاحب نور احمد خالدی، چې د افغانانو د بهر میشتو افغانانو د همغږۍ د شورا ریاست هم په عهده لري، حضور لري، جناب استاد شهسوار څنګهروال صاحب د لندن نه، او ډیپلوماټیکو برخو نه د هیواد جناب لیوال صاحب، زموږ تاسې افغان سفیر په ایران کې، سره د ټولو ستړیا او مزل په دې توانېدلی چې په دې غونډه کې موږ سره حضور لري. زموږ د محکومې افغان خاورې د پښتونخوا نه جناب افراسیاب خټک ته هم ښه راغلاست وایو، دوی هم په غونډه کې حضور لري. د دې لپاره چې په ځینو ملکونو کې لکه استرالیا ډیره ناوخته ده، د شپې د هغوی 3 بجې دي. د غونډې په سر کې به زه جناب ډاکټر صاحب نور احمد خالدی ته بلنه ورکم چې د دغې غونډې په تړاو خپل وینا تاسو ته درواوروي. جناب ډاکټر صاحب نور احمد خالدی، مایک او فلور ستاسو ده. السلام علیکم. تشکر محترم سادات سه از این که برای ما فرصت دادید در این اجلاس آنلاین از طریق زوم در مورد تجلیل از استرداد استقلال کشور سهم بگیرم. خدمت تمام اعضای پنل و از کسایی که میشنوند سلام عرض میکنم و احترامات خود تقدیم میکنم. 100 سال قبل به تاریخ 28 اسد سال 1298 به هجری شمسی که مطابق 20 اگست 1919 امیر امان الله خان معاهده آتش بس تاریخی 8 آگست امو سال را که به معاهده راولپنڈی معروف است و سبب ختم جنگ سوم افغان و انگلیس گردید رسما تصدیق کرد در کابل. بر اساس زمینی شماره دوم معاهده مذکور، سر همیلتون گرانت وزیر خارجه دولت هند برطانوی به نمایندگی از دولت برطانیا استقلال کامل افغانستان را در امور داخلی و خارجی به رسمیت شناخت. در حقیقت 28 اسد روز خلاصی ملت افغانستان از شر استعمار، از شر مداخلات 123 سالی استعمارگران برطانوی. اگرچه ما به شکل کلاسیک دو مستعمره نبودیم، اما مداخلات مستقیم و غیر مستقیم انگلیس ها در امور داخلی افغانستان و در امور افغانستان 123 سال دوام داشت. 28 اسد سمبول ناسیونالیزم یک قوم نیست، سمبول وحدت ملی و پیروزی یک ملت است در دفاع از وطن مشترک. سمبول ناسیونالیسم ملت افغانستان است. صرف نظر از اختلافات طبیعی سیاسی و سلیقوی و محلی، تجلیل از استقلال افغانستان، تجلیل از روز ملی افغانستان واحد و وحدت مردم آن است در زیر یک بیرق ملی. سوالی که نزد بسیاری ها مطرح است و بعضی اکثرا تکرار میشه و بخصوص در سالهای اخیر مورد مباحثه قرار گرفته است که آیا افغانستان گاهی یا هرگز مستعمره بوده یا نه؟ چون در مقایسه میکنند در هندوستان مامور پوستخانه شام انگلیس، ترافیک شام پلیس انگلیس، کارمندای اداره مخابرات شنام انگلیس،
اما در افغانستان هم چی چیز را ما نداشت. وقتی در سال 1919 همون لاخان به پادشاهی رسید، دولت هند برطانوی حتی سفارت در کابل نداشت. صرف یک نفر به نام حافظ سیف الله تحت عنوان واقع‌نگار، حافظ منافع انگلیس در کابل، و او هم در وقتی که امان الله خان به قدرت رسیده بود در حالت نظربند در خانه خود اثر می بود. اما در مقابل شخصی به نام سردار عبدالرحمن در مقام رسمی سفیر افغانستان در دهلی بود. این چگونه استعمار است که استعمارگران در این کشور نه نمایندهی داشتن و نه سربازی و نه کدام داره چی؟ پاسخ به این سواله باید ما در شرایط ختم جنگ دوم افغان و انگلیس مشاهده کنیم یا جستجو. مداخلات استعماری انگلیس ها در امور افغانستان از سال 1796 در زمان سلطنت زمانشاه نواسی احمد شاه بابا شروع شد و قسمی که گفتم برای 123 سال تا سال 1919 ادامه کرد. در طول این مدت انگلیس ها در برابر افغانستان سه مرحله مختلف از نظر سیاسی و نظامی و گذشتند. سه مرحله دارد مناسبات افغانستان و انگلیس. اول، مرحله اولش تضعیف، گسست و زوال امپراتوری عبدالی از داخل افغانستان، از داخل توسط عناصر داخلی و با کمک رقبای منطقه‌ای. این در حدود 40 سال دوام می‌کند. دوم، اقدام مستقیم در مستعمر اساسی افغانستان که توسط دو جنگ اول افغان و انگلیس و جنگ دوم افغان و انگلیس عملی. و سوم، تبدیل افغانستان به کشور حائل تحت الحمایه که این بعد از سال 1881 عملی میشه. مرحله اول اگرچه مستقیم مداخله انگلیس نبود، اما این بسیار مرگبار بود برای ملت افغانستان، برای دولت عبدالی. در سال 1798 مردم هندوستان، این را توجه کنید، در سال 1798 مردم هند و مهاراجه های انگلستان هندوستان از گسترش استعمار انگلیس توسط کمپانی هند شرقی رنج می بردن و از زمانشاه تقاضا کردند که به هندوستان لشکرکشی کنند و حاضر شدن روزانه 1 لک روپیه مصارف اردوی زمانشاه را بپردن. زمانشاه با قوای بزرگی به هند لشکر کشید و این لشکرکشی تا نزدیکای دیلی رسیده. انگلیس ها چی کردن؟ انگلیس ها یک کسی را به نام احمد ولی خان یا چیزی نام داشت بنده قسم، ای که در بمبئی بود، یک ایرانی الاصل بود، ای را به تهران روان کردن. این را به تهران روان کردن و با دولت فارس از دولت فارس تشویق کردن که بالای افغانستان حمله کنه از غرب. و برای این کار به دولت فارس گفتن که تو برادر شاه محمود که پیششان پناهنده بود پیش بر تو و برو زمان شاه را از پیش سر خنجر بزن و او را مجبور کن که از هند عقب نشینی. و امی بود که از عقب حمله میکنن، در نتیجه از او زمانشاه شکست میخوره، کور میشه از طرف برادر. و این 40 سال خانه جنگی بین شاهزاده های افغان ادامه پیدا کرد. این مرحله اول و این سبب تضعیف بسیار مرگبار دولت عبدالی میشه تا حدی که در سال 1838 از امپراتوری بزرگ عبدالی 4 قدرت محلی مانده بود. کابل به دست امیر دوست محمد خان بود، قندهار به دست سردار کندل خان بود،
هرات شاهزاده کامران میرزا بود که پسر شاه محمود بود و ترکستان افغانی که از دریای آمو تا کوههای هندوکش توسط عمال محلی یا حکام محلی اداره میشد. در مرحله دوم انگلیس ها دوباره کوشیدند که افغانستان مانند هند به صورت مستقیم مستعمره. همین است که جنگ اول افغان و انگلیس شروع میشه و خبر قسمی که خبر داریم این جنگ با شکست بزرگ انگلیس ها ختم میشه و با یک نفر زنده میماند دکتر برادر که این در مرحله در منطقه گندمک این قوای انگلیسی تارمار میشه و این جنگ ختم میشه. بود ای بعد انگلیس ها در حدود 38 سال منتظر میشن برای فرصت و در وقتی فورد سیاست پالیسی انگلیس آغاز میشه یا در مرحله دوم جنگ دوم افغان انگلیس آغاز میشه که در اینجا حکومت هند برطانوی میخواه یک سفیر در کابل داشته باشه و این سفیر باید انگلیسی و اصل باشه و میخواهدن ایره در کابل روان میکنن یا میخواین روان کنن سفیر خود که این بعدا خودش حتی صدر اعظم انگلستان شد. اما در سرحد دولت هند برطانی و افغانستان ایره اجازه ندادن به افغانستان و این سبب شد که انگلیس ها دست به حمله بزنن و نتیجه شد بالاخره ای که کیونری معاهده گندمک امضا میکنن. در امون نقطه ای که انگلیس ها تارمار شده بودن در گندمک خیمه میزنن سر یعقوب خان ایر امضا میکنن و بعدا میره کابل میگیرن و کیونری سفیر میشه در کابل. اما مردم خب مثل که خبر هستیم افغان هایی را قبول نمی کنن، قیام می کنن، کیوناری را می کشن، آتش می زنن و انگلیس ها مجبور می شن که از افغانستان خارج شوند، بخصوص بعد از شکست سنگین در میوند که ایوب خان از هرات آمده بود با لشکر هرات، یا شکست می خورن خارج می شن و انگلیس ها میبینن که افغان خود شیرعلی خان هم در مزار وفات کرده بود، کسی نبود. از این که در افغانستان یک حالت کیاس یا اختشاش وجود داشته باشه مجبور میشن که از اعضای فامیل سلطنتی افغانستان که عبدالرحمن خان که برادرزادی شیرعلی خان بود این را قبول کنن که این حکومت افغانستان یا قیس امیر افغانستان بیای کار. امیر عبدالرحمن خان در چاریکار اعلان پادشاهی میکنه. در اینجا انگلیس کاملا شکست خورده، یک اشتباه بزرگی از امیر عبدالرحمن خان رخ میده. در اینجا به جایی که دیکته کنه شرایط خود بالای انگلیس ها، انگلیسی که شکست خورده از انگلیس ها میخواهد که شما چی میخواهید در افغانستان. انگلیس ها از خدا میخواستن که چنین فرصت برشان محصر شود. امون مادی گندمکه که دو مادی مهم داشت، یکی که در کابل سفیر باشه، سفیر انگلیس الاصل باشه و دوم امور خارجی افغانستان از طریق این سفیر اجراشه. این موضوع را مطرح میکنن، عبدالرحمن خان موضوع سفیر رد میکنن. اما موضوع دوم هم میگه که درست است، ما سیاست خارجی خود از طریق شما اجرا. از امی زمان افغانستان تحت الحمایه انگلیس قرار افغانستان به یک بفر زون منطقه های در مقابل هند برطانوی و روسیه تزاری به یک بفر زون تبدیل و تا استقلال افغانستان در 8 آگست 1919 این ادامه پیدا. با این حساب افغانستان یک کشور مانند مستعمره
کلاسیک نبود، بلکه افغانستان یک کشور تحت حمایه انگلیس بود در امور خارجی. خب چرا تجلیل از سالگرد استقلال مهم است؟ دلیل اول آن است که هر کشوری به یک روز ملی نیاز دارد تا مردم در آن روز دور هم جمع شده از پیروزی های خود در جشن بگیرند و از ناکامی های خود بیاموزند و امکانات خود در برابر مشکلات و آزمون هایی که در مقابل قرار داره ارزیابی کنند. دلیل دیگری که تجلیل از 101 سال 101 سالگرد استقلال استعداد استقلال را ناگزیر می سازد ایست که امروز 101 سال بعد از حلول استقلال ما با همان مسائل و همان عناصر روبرو هستیم که سبب شکست پروگرام های اصلاحی شاه امان الله خان کرد. جا دارد به این مورد دقت کنیم. چرا در افغانستان زمان منجمد شده؟ در 101 سال اخیر در افغانستان تسلسل مبارزه میان خوب، بد و زشت به طور واضح مشهود است. از روز استقلال در سال 1919 تا امروز مبارزه میان زورگویای محلی و حکومت مرکزی و همچنان مبارزه میان عناصر بنیادگرای عنعنوی بر رهبری روحانیون و نیروهای ترقی‌خواه که آرزومند پیشرفت کشور در قطار کشورهای پیشرفته دنیا می باشند همچنان جریان دارد. بررسی این موضوع موضوع اصلی یا بررسی مثلا موضوع اصلی صحبت امروز ما را تشکیل می دهد. حصول استقلال خارجی به قهرمان استقلال شاه امان الله خان اجازه داد تا با تطبیق پروگرام های گسترده انکشاف ساختمانی فرهنگی اجتماعی سیاسی و دیپلماتیک دست بیاورد که ما این به نام نهضت امانی یاد می کنیم تا افغانستان بتواند از قطار کشورهای در قطار کشورهای پیشرفته جهان عرض وجود کند. روند تجدد طلبی، ترقی خواهی یا مدرنیته همزمان با پیشرفت‌های علمی و تکنیکی در 3 قرن گذشته در تمام جهان سرعت و اهمیت بیشتری یافته بود. وقتی شاه امان الله خان خواست در افغانستان نهضت بیاره، ما 200 سال از سایر دنیای پیشرفته عقب ماندیم. از جمله کشورهای شرقی، یگانه کشوری که اهمیت تجدد یا نهضت یا مدرنیته را درک کرده بود و کوشش کرد که همزمان شود با کشورهای صنعتی غربی کشور ژاپن بود که ما تا امروز نتایجش میبینیم. با توجه کنیم که تجدد خواهی یا منحصر به تمدن غرب نیست، اشتباه نشد. بکنه غواړم ډاکټر صاحب، بکنه غواړم زمونږ د پروګرام ټیم چې کوم دا یوازې درې نه تر څلور دقو پورې هر میلمه ته وخت ورکړی دی، په دې خاطر چې ځینې میلمانه له مختلفو هیوادونو نه دي، له افغانستانه دي، پاکستان نه دي، کاناډا نه دي، استرالیا نه دي، د هغوی وخت ته په کتو سره چې تر هغوی باندې سهار نه شي او یا هم څوک بل مصروفیتونه ونه لري، نو انشاءالله راتلونکي میلمانه به هم څلورو نه تر پنځو دقو. بخنه غواړم وتک صاحب، جناب ډاکټر صاحب خالدی او جناب استاد سنگروال چون تاریخی مسائل بحث کوي، به دو دواړو د پاره 15 دقیقې په پام کې نیول شي. ما وی چې 15 دقیقې ډیر شي، ځکه مې ډاکټر صاحب باندې خیر دی. اجازه ورکړئ مهرباني جناب خالدی صاحب. میرو خب، مخالفت با نهضت تجدد طلبی امان الله خان با 3 قیام مسلحانه مقابل کردیم. 1. قیام 1924 ملای ننگ در جنوبی، قیام قوم شینوار در سال 1928 در مشرقی و قیام سال 1929 حبیب الله کلکانی مشهور به بچه سقو در شمال. تمام این شورش ها یک وجه مشترک داشتند: مخالفت با اقدامات اصلاحی و بازگشت به حاکمیت شریعت. در تمام این شورش ها شارا کافر و منحرف از دین اسلام می دانستند. هیچ کدام جنبش طبقاتی، ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد برتری جویی و حاکمیت قومی نبودند.
در صفوف آنها افراد وابسته به اقوام مختلف اشتراک داشتند. بی‌جهت نیست که اسلام سیاسی امروزی نیز در مخالفت با ملا خان قرار دارد. به یاد بیاوریم که سیاف گفته بود که اشرف غنی به پشتون‌ها توهین می‌کند، در حالی که در بین پشتون‌ها بهترین شخصیت‌ها در تاریخ بوده، اما غنی آمده است و ملا خان را به نام شاه فراری همگرا و متعصب در بین مردم مشهود است رهبر پشتون‌ها معرفی. این گپای سیاف بود. مخالفت با ملا خان از زاویه قوم‌پرستی پدیده تازه بعد از سال 1992 می باشد که امروز در موضع‌گیری های افراد مانند لطیف پدرام ظاهر می گردد. بسیاری ها علت سقوط نهضت عمانی را کاملا به استعمار انگلیس می پردند. البته انداختن کل بدبختی های ما، گناه کل بدبختی های ما، بدبختی های ما بالای خارجی ها عادت ما شد. نه تنها از ما، از ایرانی ها، از دیگر ها. همه خرابی که ما میشه خارجی کرده این کار. به شک نیست که استعمار و امپریالیزم در امور ممالک رو به انکشاف همیشه مداخله میکنند. تا 100 سال قبل استعمار کهن با توجه به منافع استعماری خود در تقابل با بنیادگرایی مذهبی از روش دوگانه مقابله و حمایت کار میکنند. از یک طرف با مدرسه های دیوبندی در انسان مخالفت میکردن اما در این زمان از روحانیون وابسته به همان مکتب فکری با جنبش های ترقی خانه در افغانستان مخالفت میکردن. در رابطه با عامل شکست نهضت ترقی خانه ملا خان باید تاکید بر همچو برداشت ها عامل عینی داخلی را کمرنگ جلوه میده. انحراف فکری و در نهایت خودفریبی میشه. واقعیت آن است که متاسفانه مغالطه و اختلاط و در همامیختن مفاهیم و اهداف تجدد طلبی یا مدرنیزم دوری امانی با وسترنیزم یا غرب زدگی و شتاب زدگی در تطبیق برنامه ها در کنار دستایس آشکار و پنهان استعمران انگلیسی که به شرط افغانستان مستقل را یک خطر برای ادامه تسلط استعماری خود می دانستند، عوامل شکست نهضت ترقی خانه ملا خان را فراهم کرد. کشور ژاپن به تجدد طلبی دل زد بدون ای که غرب زده شود، در حالی که برنامه های تجدد طلبی در ترکیه موفق شد، چرا در افغانستان موفق؟ در ترکیه دو عامل بود. اول طبقه شهری داشتیم، صنعتی داشتیم و از طرف دیگر یک اردوی نیرومند بود. در افغانستان هم چیزی وجود نداشت. حکومت نوماهی حبیب الله کرکانی با آن که یک دوره کوتاه اختلال در مسیر طبیعی زعامت علنوی دولت افغانستان مسئول میگردد، اما موجودیت یک زیربنای گسترده بنیادگرایان را در افغانستان برملا کرد. بچی سقو از حمایت علما یا ملاها در شمالی و سایر نقاط کشور و بخصوص در مناطق تحت نفوذ فرقه نقشبندیه برخوردار. همچنان ابراهیم پتک رهبر جنبش بسمچی آسیای میانه که به افغانستان فراری شده بود در سال 1929 از حبیب الله بچی سقو حمایت کرد. پیر تگاو که بچی سقو را به عنوان امیر حبیب الله خادم دین رسول الله پادشاه اعلان کرد به سر سید جان بود که خود در سال 1919 نصر الله خان کاکای امان الله خان در جلال آباد پادشاه اعلان کرد. بچی سقو خودش مرید شمس الحق مجددی پیر گلبار بود. ورود او به کابل مورد تایید خانواده مجددی مقیم شوربازار قرار گرفت. بنیادگرایان مذهبی کسی را می‌خواستند بر تخت سلطنت کابل ببینند که حاکمیت شریعت را دوباره احیا کند و تمام اصلاحات ملا خان لغو کند. حمایت عامه از قیام بچی سقو دلایل فرهنگی داشت. این قیام هرگز سیاسی، طبقاتی، ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد برتری جویی و حاکمیت قومی نبود. در شروع ما گفتیم که تسلسل مبارزه میان خوب و بد تا این روز در افغانستان مشهود است.
شباهت مسائل و عوامل شکست نهضت امانی با مسائل و عوامل استجاعی امروزی که در مقابل توسعه دموکراسی حقوق اساسی مردم ما، توسعه حقوق بشر من جمله حق تعلیم و تربیت و آزادی های ابتدایی مانند مساوات در برابر قانون، پوشیدن لباس، کار و اشتغال هنوز هم به همون شدت 100 سال قبل باقی است. حتی نسل های امروزی افراد در همون نقش های متخاصم پدران و پدرکنان های خود قرار دارند. خلیل الله خلیلی پدرش از توسط مالخان اعدام شد، خودش همراه حبیب الله کلکانی همکار شد و پسرش در کنار شورای نظار قرار گرفت. بدبختی است که ما در شرایط امروزی کسایی هستند که از پشت تریبون های دولتی افکار استجاعی را اشاعه می کنند و او مردم را به دو گروه تقسیم می کنند. مجاهد را به درجه اول قرار می دهند، دیگر مردم را و برتر قرار می دهند، مردم دیگر را مساوی با مجاهد نمی دهند. این حتی از خیلی لوی جرگه اعلام می شود. طالبا و داعشی ها هم افراد خود مجاهد و عملیات خود را جهاد می نمند. امروز مبارزه با طاعون طالب و داعش نباید منحصر به دفاع مسلحانه در برابر تجاوزات آنها و حملات مسلحانه در برابر برای نابودی آنها باشد. بنابراین مبارزه با ذهنیت جهادی طالبانی و ذهنیت تکفیری داعشی که بر مبنای آنها تروریست در مدارس پاکستان و افغانستان تولید می‌گردد باید در صدر پلان کاری تحقیق‌خواهان قرار داشته باشد.